به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، طبق وعده که همیشه در آغاز این سال برایتان داده بودیم که در تاریخ هر سیومی ماهای میلادی یک برنامه سیمیکا نیوز تقدیمتان می نماییم. اگر چنده که ماهی مبارک رمضان است، اما بیننده عزیز و گرامی باید بدانید که ما با یک آیله دست به گریبان هستیم و او نیز با ما در چنین حالت قرار دارد و ما نمی توانیم که آنچی از این آیله واقعا هم کثیف و خیلی پلید آنچی در داخل این آیله می گذرد و یا آنچی که اینها انجام می دهد آنها را برایتان تقدیم ننماییم. امروز برنامه سیمیکا نیوز را آغاز می نماییم. برنامه چهارمی سیمیکا نیوز تقدیم شما بیننده عزیز و گرامی میگردد. واضح و روشن است بیننده گرامی که این آیله تا گلک و کودکهایش در مرکز دقت ما قرار دارد، چون که تمامی مدیریت کشور هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی و مالیوی در قبضه خود غصب کرده است. ما مطمئنیم بیننده گرامی که در حل بحث سرحد با قرقیزستان این آیله بر عوض پول و کدام امتیازهای دیگر که بر منفعت این خانواده است مرز و خاک وطن را به قرقیزها فروخته است. همچنان که هنوز در سال 2003 به خیتای 1110 کیلومتر کوادراتی از قلمرو ولایت مختار کوهستانی بدخشان را فروخته، کیو و چی بودنش را معلوم کرده بود. برای همین هیچگاه به گپ‌های رحمانوف نباید باور کرد. باور نکنید. باور نکنید اصلا. سال گذشته بود یا پیشتر که رستم رفت خیتای. آنجا چند شرطنامه بسته شد که مهمترین آنها با شرکت‌های خود رستم اوستا گروپ و مرمری بود. خیتای‌ها می‌دانند که مرمری از کیست و اوستا گروپ از کیست. این آیله اکنون تجارت‌های خود را بر بالای روابطی بین دولتی کشانیده ایستاده است. درون تمام شد دیگر. خلاص این آیله فقط راهبر نیست. این آیله اکنون سرنوشت است. امروز و فردا است. با آنها تاجیکستان وابسته است. آنها حول و هوا، فضا و اقلیم و محیط همه چی را در تاجیکستان تعیین و معلوم و اداره میکنند. هر خبر و معلوماتی این آیله دیگر به تاجیکستان و دولت آن مربوط است. اول آزاده را آورد، بعد رستم را آورد و سپس رخشانه را در بریتانیای کبیر سفیر تاجیکستان تعیین کرد. پروینه و زرینه و سامان هم در منصبهای رسمی دولتی هستند. حالا در این خانواده اعضای دور از حکومت باقی نمانده است قریب. تامینات اینها از حساب بیوجه، سفرهایشان، اخرانشان، بنزین ماشینشان، خورد و خوراکشان، ماشینشان، تجارتهایشان، برق استفاده می بردهشان. خلاص حالا این سیمیکا و مشکل سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مالیوی و اجتماعی کشور بدل شده است. بله، ولی اساسی ترین مشکل بیننده عزیز و گرامی این خود امام علی رحمانوف است. تا این مشکل رفع دفع نشود، این مشکلات کلی ملت و وطن و مردم، یعنی ما و تو نزدیکانمان، از بین نمی رود. نشر این نوبتی سیمیکا نیوز را بیننده عزیز گرامی با چند حکایت از خود امام علی رحمانوف شروع می نماییم. سپس در مورد مریم گرسوخته، تخمینه کلیوپاترا، جمال دین دفویزه برایتان خواهیم گفت. رحمانوف و کرسلوی نیم میلیارد دلار. از فیض‌الله باباخانوف، پرکرور سابق حصار، پسری باباجان باباخانوف، سابق پرکرور جنرالی تاجیکستان، وقت در زندان میپرسند که چرا امام علی رحمانوف همیشه نام مادرش را میگیرد. در تلویزیون هم اوچم ای خیل بود، اوچم او خیلی اوقات میکرد، مادرم ای گپا میگه، او گپا میگفت، اما چرا یک بار نام پدرش را نمیگیرد؟ گفتند که پیاندرش پریزیدنت در وقتای مایده بودنش میزده، جنگ میکده، ای پریزیدنت دویده پشت ازور اوچش در بجا میشیده، اوچش میگفته بچه مرا نزن. بعد پیاندرش که توجیکی را اونقدر ساز نمیدونست است قهرش میکرده است،
طرف ایدیک یعنی همین رحمونوف داد زده می گفته است رنگی عروسو در پشت چودر بجا نشو برای پسی ازوری و چت زنک چه. خوب این حرف هایی که پیاندرش به رحمونوف می گفته است. برای همین در دلش کینه گرفته حاضر هم شری پیکلوغی پیاندرش را بد می بیند. نبخشیده است همان گپ های پیاندرش را. بعد بچه ایگه این پراکرور سابق که بسیار بچه زور بود و فقط می خندید یک گپ تاریخی میگه. ای پریزیدنت پیاندر شکی چند سال پیش یک گپ گفته نبخشیده باشه ای کجا مورا می بخشه عفو میکنه یا ای ترما آزادمون میکنه. گفته می خندیدن. سالهای 2000 تا 2008 در پایتخت بنای قصری ملت ساخته و استفاده داده شد. نام این بنا قصر ملت است. اما برای ملت تاجیک به قصری خود در آمدن و یا دیدن ویدیو و صورت گرفتن ممنوع یا زپریت است. تنها به رحمانوف و اهل آیله او در آمدن به قصر ملت اجازت است و تمام. سال 2005 از ایتالیا برای قصر ملت مبل و کرسی ها و از جمله یک دانه کرسلا برای پرزیدنت وارد کرده شد. این کرسلا با آبی تیلا زرندوده شده است. کرسلا با آبی تیلا ساخته شده برای رحمانوف را حتی با کارمندان خدمات گمرک اجازه دادن نمی شود که آن را ببینند. اما در وقتی دکلراتیا کنانی در گمرک معلوم شد که این کرسلای پرزیدنت $500,000 نرخ داشته است و با همین نرخ دکلراتیا و در مقامات گمرک به قید گرفته شد. این معلومات را برای آن گفتیم بیننده گرامی تا ملت بداند که در قصر ملت یک کرسلای پرزیدنت $500,000 نرخ دارد. با این مبلغی کرسلای پرزیدنت آن وقتا نرخ خانه که $10,000 بود 50 آیله کمبغل تاجیک صاحب خانه شخصی می شود. اما نشود که تا امروز هم نمی شود. در آن وقتا حتی آوازه شده بود که رفیق نزدیک پرزیدنت رمضانوف کرامتی سیاهی دنگرگی پدری یعنی همین سهراب کرامتی که در اس بی یا اینکه در کادری وزارت کارهای داخلی بود جنرال پدری همین وقتی نرخ کرسلوی پرزیدنت رمضانوف کرامت میفهمه امام علی کلخوزنیک را که تری کرسلوش خریدن در وقتی یک جویا اوجون کردنشون با همراهی پرزیدنت و سفر شرالی امیر شامر علیف، حکومتوف که همه اینها از نغرند با پریزیدنت بشوخی چونین سوال میتیم. ای کلخوزنیک میگن یک کرسلا آورده ایتالیا نرخش $1,000,000 ای چی تاری کرسلا راسته ای گپ یا دروغ؟ همه میخندن چون که سخت مست بودن. پریزیدنت که زدگی و سخت مست بود است. با او جواب دوده میگوید او راسته ای چو کرده ای چشمای تو سیخ زد پولی دولت ای همش در اختیار خودمون ای ای حوزی جورنال شای. یعنی تازه آغاز کار است دزدی بیوجیتی دولت را در نظر داشت رحمانوف. بله. بعدن کرامت سیاه که بسیار مرد شوخ بود با پرزیدنت خنده میگوید. در فلان تو ما فلان کنم. کلخوزنی که آخی ما حیران شدیستم که ایچ خیلی کرسلا باشه ای قد قیمت های. خب کنته در دنگره کستیوم نداشتی. در مجلس ها پوشیده برای ایما کستیوم میتلبیدی. ما ترسیدستم که در بین کرسلت یگان فلانی کلان نشستماندگی باشی با شرمنده کنیم. دیپوتات انتخاب کردن کسون و کرتن نداشتم توفلی نداشتم جمع کردم ای رفیقام خانه با خانه جلسه یکمی شورای عالی رفتم کسون جوران قدی رفتم کرتای ای رفیقام گرفتگی ولی یک قسمش بود یک قسمی هست تا او روز دمی گفتن که اعلام کردن که کسونی انا می کسونی مای انا می کسونی مای تلویزیون ده. واقعا هم خوب این سخنانی هستن که از افراد نزدیک آیله به اصلاح که در آن سالها در این گفتمان اشتراک داشتن ارسال شده است. به این خاطر بیننده گرامی آنچی واقعات گذشته است ما آن را بدون تحریف برایتان گفته استاده ایم. بله بیننده گرامی بعد این شوخی های کرامت سیاه همه کسی می خندند و باز کرامت سیاه به رحمانوف که نزدیک شده در کتفش با دستش زده می گوید که راست چه بگو ایچ خیلی کرسل آوردگی ای خط قیمت های بیا بریم که پراورکش کنیم پگه باید که آدمو نگن که آشنای کرامت خوب کنته بوده ای کرسل $1,000,000 فلاندار آورده ای ایتالیا شرمنده نکنیم اون با گفته بلند بلند می خندن همه. بله واقعا
یعنی آنچه واقعیت و آنچه بود همین است. سال 2006 در انتخابات امام علی رحمانوف در انتخابات دروغی پریزیدنتی غلبه کرد. در روزی اینگراسیای پریزیدنت تمام مردم دیدند که از کاخ سامان برآمده به راه مرکزی دوشنبه خیابان رودکی با مرسدسی کابریالتی بالایش کشاده در گردنش مدال کلونی ستاره دار و مثل نقطه خرکشال راست ایستاده حرکت کرده تا محل مجلس آمد. همان مرسدس سیاهی کابریالت را وزیر آن وقت صنعت تاجیکستان زید سعیدوف همچون تحفه به پریزیدنت پیش از اینگوراسیاش به مبلغ 650 هزار دلار ایالات متحده آمریکا از گرمانیا آورده بود. امروز برای این خوبی هایش بیننده گرامی زید سعیدوف را با سپارش شخصی امام علی رحمانوف دیرکتور آن وقت اگنتی کروپسیا سعیدوف فتاحایی باویچ خوب رقاصه سبزی بدست پدر شاروخ سبزی بدست رفیق رستم امام علی و مهلت 28 سال زندان کرده. حتی سال 2019 کوشش پراندن او را در زندانی کرپیچنی کرده بودند. خوب حادثه اش را میدانید که دیگر نیاز به تکرار آن نیست. بله اکنون خود قضاوت کنید بیننده گرامی که هر نفر به امام علی رحمانوف خوبی کرد ماشین و پول داد، مثل علی مردانوف مراد علی او را نجات داد از مرد، یعقوب سلیموف با او رفیق شد و مثل محمد حضوری اسکندروف برای رحمانوف جنگ کرد و مثل غفار سیدای و رحمانوف امام علی شریپوویچ وظیفه اساسی را داد و مثل سنگک سفروف و فیض علی سعیدوف و دیگران رحمانوف بر ایواز با این نفران چی کار کرد؟ این شخصان را زندانی، بنکرات و حتی به قتل رسانی. این تهمت نیست. همه اون چی هست؟ نه اونقدر سالهای طولانی و دراز گذشته است که نتونید فهمید یا اینکه نتوانید آگاه شوید. این چیزها را هم برایتان بگویم که رحمانوف هر وقت به ولایت سوق می رود که نسرینش از همه می گریزد. یعنی وقتی رحمانوف سخت زیق می شود یگانه جای آرام برایش سوق بوده است که آباد و زیبا بوده است. اما وقتی خطلان می رود فقط می نوشد. یگان پیشروی نیست، دزدی، فریب، غارت. وقتی طلب می کند رئیس ها می گویندش که خشاتان ها مرا جفیده می گیرند جنوب، ای کجا دیگه آبادی. رحمانوف نمی تونه خشاشا خسر بچهاشا دختراشا دامادشا یگان چی بگه. فقط یک کار می موند، نوشیدن و نوشیدن. دنگره عموما نمی فرش رفتن، جیانش هم را خراب کرد. رئیسی یعنی دنگره خیریت گرفتش ای وظیفه با مردم را غم می داد که هم از آن آگاهند. در خشلاق های دنگره 30 سال زیاد شد که آب نیست. عموما ولایت خطلان در رسوا ترین حالت قرار دارد. تمام ساحه فینانس را خسر بچه های رحمانوف می دوزدند. گویا چند سال شد که رستم زیر کنترل گرفتگی است. اما حالا هم هر سال میلیارد ها را برادران و خشاوندان عزیز مای گزت خانک دزدیده ایستادند. آزاده رحمان راهبر دستگاه اجرای پرزیدنت تاجیکستان دختر دویم از 7 دختر امام علی رحمانوف در یکی از استروف های آبندار نارک یک هتل بسیار هم بدواهیمه ساخته است. بین اسلام و آزاده بر سر یک قسمت از استروف نارک بحث و دعوا می شود. اینجا از طرف سیبستان تونل ساخته شده است و آب دنگره می رود از آنجا. آنجا کارخانه های دولتی قرار داشت چلان می گفتند. سیبستان را آبیاری می کرد. مطارچک ها آب می دادند. جماعت سیبستان را آب می داد و تامین می کرد. آنجا را تروبه کشیدند. آن طرف برای باغ های خودشان بردند. حالا مطارها با آنها کار میکنند. اما این خشلاق ها به آب ماندند. نزدیکی 10,000 اهالی به آب ماند. از روزی که اینها گرفتند نساز ها با مردم دیگر آب نمیدهند. مردم دریا را تماشا کرده شیشتند. یک نفر گفت که گویا برای آن رحمانوف اسلام پسر اکش را از رئیسی ناحیه دنگره گرفته باشد که چند انشاءات را خودش میرود و اسلام به حضور رحمانوف میکشاید. یعنی لنتهی کشاده شویش را خودش می برد. رئیس جماعت دهات سیبستان نظر و فخردین در یک معرکه پیان می شود و میگه که پریزیدنت را از این کاری اسلامی نوردین نیجیانش قهرش میکنه و برای همین ای وظیفه می گیرش. دختری خاله مادری فخردینی رئیس جماعت دهات سیبستان زنی حاجی امان است و این گپ را از قول حاجی امانی یزنش گفته است. خوب
بینندگان گرامی، همه آنچه که ما میگوییم از اطراف و داخل خودی آیله است. اکنون میگذاریم به زندگی نامه میرمی گرسوخته، برادر ارجمند محمد اقبال. همین چند روزی پیش با یک همسایمان نشسته بودم، گپ درباره امام علی شریپویج رحمانوف با آیله وی رفت. البته این نامه از کلخوزآباد است، باید یعنی بدونید که چی از منظور. بعضی از افرادی که از کلخوزآباد و دنغره رفت آی خیلی نزدیک و زیاد داشتند، یعنی که این را برای ما نوشتند. مایرام مادر امال رحمانوف پیشوای خود خوانده سمزوانی چند شو کردگی بود است. برادری در عسکری مردگیش فیزدین اشوهر یکمش بود است. با عکسهایشان توجه کنید می فهمید چکل و صورتشان بعد آن مرد به پدر امام علی میگشته است. رومان کروتیت کرده بودند، مثل دختر خود امام علی که یک رسمی و یعنی شوهری رسمی و چند تا شوهری غیر رسمی دارند. یعنی این میراثی از مامشان مایرمی گرسوخته بوده است به نویرگانش. عزیز موی گازت خانک مخصوصا تخمینه را میگفت است که تمام رفتارش با بیبیش رفتگی است. مایرم با این مردک در کجای یا در سر زمین یا سر ادیر شناسیدگی است. این پدرش در همون دوره ها قمارباز بوده است، صاحب نداشته است، بچه جوان بوده است. برادر محمد اقبال گفتی خود شما مایرمی گرسوخته با این بچه شپیلی ویلی میکرده و میگشته است. راست گپ این آدم نقل های بسیار کرد، اما من خاطره خوب ندارم، بچه‌ام فراموش کردم، همه گپ های کمپی را. مایرمی گرسوخته یک کپچه کلبچه یعنی پخسگی داشته است. رنگی قرقیز قزاقا که بالایش را با قمیش پوشانده بوده است. دید است که این مردک قمارباز و بیزشی بچ نبوده است. در بالای خونش یعنی گرفته و جای داده است. خوب دیگه همون خونه خسکپر هم داشته است این مایرم. آن زنی کلانسال باز گفت که آن مردک قشلاقی مایرمشان گاه گاه قمارباز اول می آمد. یک روز آمده است که تاریکتر می شود. در درون جری کوه بوده است که گرگاه هجوم میکنند. این خرش پرتفته می رود بالای درخت می براید. مایرم یک بلا کرده خروتاوی با آلیچه آماده نموده جدت کرده کوالیرش شتگی بوده است و خود گفته است که این بچه چیده نامد، خواتیر شده است، طرفی راهی می آمدگی وی راه پیش گرفته است. خوب گرگا چهار تا گرگ بوده است. خری یعنی پدر پیاندر رحمانفا پارا پارا کرده خوردن. اون مرد باشد از ترس شب تا پگاه از طور درخت نفرماده است. پس دید است که گرگا رفتن فرماده رفتنی شده است، اما هم از ترس و هم از بلندی درخت فرماده نتونسته است، چون که آدم وقتی بترسه یا نمود میده و درخت هم میبره که دیگه نمیدونه چه خیر برآمده است، اما از طرف دیگه فرمادن مشکل است، چون که دیگه ترس نیست. مریم که کفته کفته رفته ایستاده بود یکی او را در طور درخت میبینه یا بالا کرده میفرورش. دو کسه با کپا کلبچه مریم گرسوخته میونند و حادثه رویداد را با مریم نقل میکنه. آخنکی و گشنگی کم مونده بود است که بمبره. پس مریم خود همان روز گفت است که دیگه که پیش ما هیچ جا نرم و همین خیل این بچه را گرفته است. بسیار هم قماربازی و دزدی میکرده است. از یک خانواده خیلی قشاق هم بوده است. پس این زن کلانسال گفت که از همین خیل پدر این پیشوا برومدگی هست. مادر پیشوا خودش دید که این مردک به صاحب است، گرفت است. با فکر مایرم گرسوخته سیم بار شوهر کردگی هست. این دویم یا سیم شوهر شد. شوهرش سر نداده میگریزه میآید به اولیچه دره. پدر این را میگیرد. اون مرد به سرش میآید میگریزند میروند با بوش بلاق. شوهر اولش سر نداده هوی میخرد میآید اولوچه دره. این شوهرش کفتنیش میآید. جفتک میکنند به طور که تخمینه هم اینی مومش از شوهرش نبرومده ظریف بکی بچه شریف بگه در امریکا میگیرد و توی میکنند. میآید به اولوچه دره خودش را مجرد و به شو نشون میدید و باز یک شوی دیگر میکنند. شوهر اولش 3 ماه 4 ماه میکو و مایرم گرسوخته تا میابد که مایرم یک شوی دیگر کرده گید. اوتای همین رحمان است، اما باز چرا شریپویش کرد نمیدونم. آن برادرش که در عسکری در کول مرد و باز یک اپای دیگرش از شوی دیگرش است، نوردین و قربانبی از دیگر است. شوهری قربانبی خال مومی سفروف نام داشت که لسخازی کلان تاجیکستان بود، او را در دوشنبه پرانده کشتند. یک پسر قربانبی فخردین جاقی وزیر تندرستی را زده شکسته بود اگر دریاتون باشد و یک وقتا سردار ملیسه شهری نوان بود. وقتی کرونویروس که قربان بی مرد همین فخردین وزیر از زده کلیکش شکسته بود.
به اطلاع دریافتی سه خواهرزاده امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان شام 20 ایول پس از مرگ مادرشان قربانبی رحمان و پزشکان بلندپایه از جمله وزیر تندرستی کشور را لاتو کوب کردند. قربانبی رحمان و خواهر 64 ساله پرزیدنت تاجیکستان شام 20 ایول در مرکز طبی نزد دستگاه اجرایی درگذشت. طبق اطلاع دریافتی برای تبابت او از آلمان و روسیه و ازبکستان پزشکان جلب شده بودند. همصحبتان رادیو زاده گفتند دو ساعت پیش از مرگ پزشک خارجی شیوه تبابت خواهر پرزیدنت را نادرست نامیده سپرش داده است تا طرز معالجه را دیگر کنند. پس از اعلان مرگ مادر فخرالدین فاروق و زیادعلی سفروف به پزشکان حمله کردند. فیضالدین پسر دیگرش دخالت نکرده است. همه دختران را زدند. تنها با دخالت رستم امامعلی آنها را آرام کردند، گفت یکی از همصحبتان رادیو زودی. به قول منابع در این مناقشه جوغی جمالدین عبداللهزاده وزیر تندرستی و سیب دیده خال محمد رحیمزاده مدیر مرکزی طبی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت از سرش ضرب خورده است. اینها از یک اوتان یک اپای دیگرش در قرغان از دیگر شوهر است. در کلخوزآباد نوار عیادت رحمانوف از این اپاش در اینترنت هست که البته آن را دیده اید. معلوم می شود بیننده گرامی که مریم رسما سه شو کرده گیه. با ده مرده های مچوی هم آشنایی و دوستی زیش داشته است. اما همین آلی چدر آماده و از شوی اول و اساسیش نبار آماده شو کردنش واقعا عجیب است. ایشوش نبار آمد به نکاح مرد دیگر در آماده باز چند کودک به دنیا می آره. اکو چند تشتا که از چوپانای یعنی که با خودی رحمانوف دیگر نمعلم های طرفش. همین امامد رحمانوف در حقیقت باور کند ولد زینای. بعدا آن شوهرش میمبره یا چخلی میشود معلوم نیست، اما کودکا با اینی هم واقعا سازند. یعنی کودکانی آن آتش با اینها بخیلی نمیکردند. آتایی که مردگی های. امامدی را یک جا با نوردین نگاه میکرده است. یعنی مناسبتی کودکا یا اپا و خواهر و دادرا با یک دیگر خوب بودستند. یعنی اینا هم تصدیق میکنند که مناسبتی چند فرزندای مریم گرسوخته با یک دیگر یعنی خوب بود است در عموم. خوب بله بینندگان گرامی، البته بعضی از معلومات های دیگر هم در مورد مریم هست، ولی باز هم انشاءالله میگذاریم به برنامه های دیگر تا اینکه آنها را نیز برایتان بازگو نماییم. اکنون میگذاریم به کلیوپاترا تخمینه. تخمینه رحمانوا با شو یکمش گلوی قرغنی پسر یار محمد گلوف رئیس سابق پیش پروم در وقتی دانشجویش لوبو داشته است. گلوف در درون ماشینش خوب با تخمینه همین کارها را انجام داده است. وقتی آخسخال خواستگار روی میکنه کلغفصی آتش روزی نمی شود. تخمینه یاروخ تلخش میگیرد و در پشت میپرونه. یک پنجه پشت نیمش نیست. بعدی پرسپاس میگه که ما یک دیگر را دوست میداریم، با کلغفص روزی نمی شود. بعد تخمینه با عزیز موی گزید خونک یعنی مادرش میگه که اوژه زدگی های. یعنی که وضعیتی دخترت بزیبای اگر نتین ما و خدمه میکشم. تخمینه ددگونه داشت. یک توش خدشه نام دارد از نغره، نام دیومش رو فراموش کردم. ای کلو بای این ها لسبیان که بودن. با تخمینه رنگی کینه های خوب همین فحشا کار میکردن. اون دخترها از حساب تخمینه میلیون ها جمع کردن. خدشه با بیزنسی سنگ هایی با دخشان افغانستان مشغول بود و دوبای میبرد و میفرود. تخمینه در گذشتن از تماشنی یاردمش میکرد. آن کلوبیش با واردات طلا و محصولات زرگری از ترکیه مشغول بود و اساساً در مهمانخانه یک وقتا با آبروی تاجیکستان می ایستاد. از قفا دری چار می داشت. اینها سه دختر فقط می رفتند و می برآمدند. شناسایی تاجدین پیروف با تخمینه از همون سالها شروع شده بود. البته مناسبتش از همون یعنی گسنیسه تاجیکستان و با غفور سیدوی هم در مسئله جام و جام یا اون چیزی که مناسبت داشتند میگویند که از اینجا هم پیدا شدگی است. یکی از چپگیری های رحمانوف هم انا همین مناسبتی غفور سیدوی با تخمینه بود. بعد شوهرش فهمید و چند وقت از دوگناش دورش کرد. بعد اینها با بهانه بیزنس سکسه دوبای میرفتند و آنجا لسبیانکگی میکردند. حادثه های زیادی دیگر با مردان سیاه پوست در دوبای با تخمینه مشهور است که همه بچه های سابق دوبای اون قصه ها را خوب میدانند. اگر یعنی که من نمیخواهم نام بگیرم افرادی که حتی آن سیاه‌پوست‌ها را برای تخمینه برده بودند، الله شاهد است پیش من نام‌هایشان هست که در کدام گسنیسه برایش برده بودند. آن افراد خیلی افرادی یعنی معروف هستند که در یک نشست این را صحبت کردند و گفتند که امشب دختر پرزیدنت تقریبا سال 2007 بود یا 6-7 بود که امشب برای دختر پرزیدنت یعنی سیاه‌ها را برده.
پنج نفرم بودیم همین گپا گفتم. یعنی واقعا اون کارهایی که در دبی انجام میداد یعنی دهشتناک بود. بانک رشد تاجیکستان از آن تخمینه بود، اون رو با پیروف فروخت. حالا آن بانک کار کرده ایستاده است و رئیسش هم پیروف تاجدین است. تخمینه چطور با ظریف بیگ شوهر این روزه شناس شد؟ در وحدت یک بیزنسمن بود که آی محمدوف محمد امین نماینده تجارتی سابق تاجیکستان در ایران. کارهای تجارتی وی خوب پیش می رفت. بابا که زنجانی را یکم بار همین آدم با تاجیکستان آورده بود. یا آی محمدوف محمد امین یکمین آدمی بود که در پیش سیرک دوشنبه ساختمانی نوسرایکا را سر کرده، 6-7 غلاف اما از دستش کشیده گرفتند. خلاص شریف بیگ پدر ظریف بیگ مثل یک سگ وفادار به همین آیف بود، به همین آیف محمد امین. در صدبرگ، سفر سنتر و دیگر جای های شهر یا آی محمدوف محمد امین مغازه های خرد و کلانی زیاد داشت. شریف بیگ را در آن مغازه ها مدیر مونده بود. در صدبرگ یک زنی حساری هم دو مغازه داشت، سیتاره نام داشت و آن زن با شریف بیگ ساز میگیرد. از روی گفتی مردم همون سیتاره را همین شریف بیگ کشتگی است. برای همین ظریف و شیرزاد برادرش پدرشان را آنقدر نقض نمی‌بینند. از آن سیتاره شریف بیگ یک دختر و سه بچه دارد، مدینه، ظریف و شیرزاد و نوزاد. در چهارراهی بورشی مهمانخانه تاجیکستان و خیابان مرکزی دوشنبه یک مغازه بود که شیرزاد نام داشت، همان با نام همین پسری شریف بیگ است. مدینه دختر شریف بیگ را همین یعنی آی محمد و محمد امینی و دتی و بچهش که رستم نام داشت کلین کرده بود. اینها همشون ایروی همون یعنی آی محمد و محمد امین آدم شدگی هم. وقتی رستم مدینه را گرفت در سنتر در رو بروی سوم خونش خرید، در آنجا زندگی میکردن. رستم هم کرسی تخمینه های. رستم مدینه زنش با تخمینه شناس میکنه. چند وقت پس زنی او را هم بیراه و عرخر کردن. آن وقتا ظریف و شیرزاد در مغازه های پدرشون پردویس بودن. ظریف بر رستم یزنش شفیاری میکرد. یک چند بار رستم ظریف را به سری اپش روی میکند. آنها از گست نیسه میبرند و ظریف خواب بودن خانه به خانه میبرشان و همین خیل مدینه تخمینه را در دادرش تغلی کرد. ظریف بعد چند وقت شفیار تخمینه شد و گفتی خدیچه فقط ماده عرق و ویسکی میخرید میوارد میدرامد. خب دیگر همون چیزوی رزینی را میدیده گرنگ میشی ظریف. چند وقت همین خیل شفیاریشان میکرد. بعد چند مدت تخمینه با الهامی پخت بیزنس قربانی جذب شد و با وای امریکا رفتن. تخمینه ظریف بیگ رنگی تلخ با خودش میبرد. ظریف بیگ در آنجا بسیار کارها را دیده و شاهدی به واسطه شده بود. خدشه میگه که یک دو بار خوشش کردیم. سبحان الله، یعنی اینها باور کنید من زبانم نمیگرده در عملکردهای خانواده این پلید و کثیف رحمانوف، یعنی در کارهای جماعی حشرکی. در همون جا بود که گولوف از خفایش آدم مونده، همه را میفهمند. اینها ناچار مسکت میکنن که نکاح میکنیم. من میگم ترا دوست میدارم، او را دفع میکنیم. یعنی شما تخمینه خانهشون زنگ زده میگه که ما همینجا توی کردیم در حالی که در نکاحی گلوف بوده است. ظریف هم زنش سر میتیه تا که باورشون کنن. میگردن میبین تاجیکستان، دیگر با مدینه خواهرش عموما واخی را زپرت میکنن و دیگر لسبیان که ها را هم ایواز میکنن. حاضر میگه که نپر نکاحی خارجی دارن. سبحان الله. رستم باشد خواهر ظریف بیگ را بعد این کارهایش سر میتیه، یعنی بچه آیف. این حرام ها آن بشاره را تمام کردند. چرس تخمینه مگزین های پدری او را کشته گرفتند. در وحده در لب راه کلان بازار کلان و رستوران کلان ساخت. اجازت کشودنش ندادند و برعکس همه چیز موشا کشته گرفتند. باز مجبورش کردند که در مرکز در دام های پایتخت خونش بخرد. این را هم خریده داد. حاضر باشد در کجای کار میکند نمیدونیم. در شهر خانه ندارد. سحر از وحدت میآید به گام میرود. اما این تخمینه کلیپاترا بسیار هم درسکی زنی فاحشه. چند سال پیش زنی اکبرشاه اسکندروی دروازه سابق سفیر تاجیکستان در ترکمنستان بندگی را به جا می آورد. کدام وقت دختری وای با تخمینه یعنی جنگ می خرد. طرفش می گرده میگه که شما دختر اسکندرو قشلاخیا گوسور صاحب ولایت شدین تاجیکستان ریدین. بعد همین اسکندرو را از کار گرفتن و زنی بیچاره زیخ شده مرد. گفتن که دختر اسکندرو این مرغای گشنه را خوب کرده، گپ حق را گفته است. این گپ و کار چند سال پیش بود. اون وقتا ما طلبه مکتب بودیم. خوب افرادی که از اویله نوشته استودن دیگر باید بفهمید. اون وقتا تلفن خانگی عمل میکرد. دستی نبود. مرگارات عبیدالله بود. همسر عبیدالله با یک دوگانه اش زنگ زد که من اون روز در خانه یک دختر که دوگانه من هم بود مهمون بودم. همسر عبیدالله گفت که برای کدام معرکه در خانه پرزیدنت بودیم و سری مریم اوچه پرزیدنت $100 چوشیدند.
کمپیر خم شد و دلار را گرفتن گرفت. آن قدر صد دلار ها را کمپیر سخت قپیده است که به هیچ کس نمی داد شون. و کمپیر کدام دخترش گفت است که نکن آی بای ایتاری کار. اما این کمپیر یک بار پلو را گرفته در درونی چوکی گریبونی کرتش بجو کردن گرفته است. یعنی مریم گسوخته خیلی بیچاره سنگ شکستگی زندگی کردگی باید کنش نوخی. این کارهای سالهای پیش را من با شما حکایت کردم. سخن از زبان دختر یا زنی عبیدالله فسکی در آن معرکه اشتراک کردگی بود. همون نقل میکند این حادثات را. یکی از خداهای تخمینه کلیپاترا قربانی قجیل یا قربانی علی مردان است. قربانی قزیل در وقت اجراننده یار محمد گلوف وزیر پیشینی صنعت خوراکواری تاجیکستان و پدر شوهر یکمی تخمینه بود. خوب دیگر دختری همین شوهر اول تخمینه را قربانی قجیل که حالا چند سال می شود دیرکتور فروگاه خوجند است کلین کردگی است. دختر تخمینه با اوچش دوبای می رود این قربانی علی مردان با بچهش آنها را آنجا سرشت میکنند. اما آنها میفرایند و به اینها نگاه نمیکنند. با توجه نکرده میبرایند و میروند با مادرش. برادر ظریف بیگ شوهر دویمی تخمینه امیر بیگ نام دارد. ایزنی دویمی شریف بیگ. بعضی رستمش میگن و تا آنجایی که معلومات های دیگر رسید امیر بیگ شوهر حاضیره مدینه دختری یعنی شریف بیگ های. اما این امیر بیگ در اینجا این خیلی گفته سن بارکن برای منم یعنی بعضی از چیزهایی هست که خیلی در بعضی از افراد نمیدونیم دیگر چگونه یعنی که تحقیق شوند. خوب ایزن دیمی شریف بیگ امیر بیگ نمیدوشتر است. بعضی رستمش میپسند خوب بای امیر بیگ چی میگه. راه پایان کاروان رو از دروازه کاروان این طرف گرفته همه را جزیر کرد. تروپسیا رفته رویزیا کرد. چند کسش را از کار گرفتند چون که حقیقت را آشکار کردند. منظورم از دروازه طرفی قربان میرفتگی تا کاروان. در همین فاصله $1,000,000 ندستت کرد. تندر را برای ساخت راه گرفته و $1,000,000 اون را دزدگی. این دادر شوهر تخمینه و زن دیم شریف بیک است. با کروپسیا $350,000 وزیعت که پیشنهاد کرده است. اما کروپسیا با وزیعت که او را دستگیر میکنند. اما خلاصه چی شد؟ همه کارمندان کروپسیا را از کار پیش کردند ولی امیر بیک حیوار تخمینه گل خلامیده گشت است و راهبر شرکت جدمیمه راه ساز است. بهوده نمیگویند که در تاجیکستان بهترین منصب این داماد امام علی رحمانو شدن است. خواه داماد رسمی و خواه داماد غیر رسمی. یک صغیره بود که گاه گاه شوخی کرده میگفت که برای اون میده اکتا پلاستیسکی اپیلاتسیا کن تیز اوزش دختر رحمان افده میرسن. انا بعد کیف کده میگردی. نکدیم همی کارا میکدیم اگر در این وقت رئیسی کلوب میشیدم. یعنی با خنم بعضی از چیزهایی هست که این سخنان یعنی همی خیلی نمیبراید. یعنی اینها از واقعیت هایی یعنی در کشور چیزی میگذارد در خانه رحمان افرافته استاده است. اکنون یک دو جمله درباره خواهران تخمینه کلیوپاترا زرینه رحمانوا و پروینه رحمانوا گفتنی. زرینه رحمانوا دختری پیش از آخر یا پرد پسلدنی امام رحمانوا معاون حسن اسدالله‌زاده تقایش در آریان بانک و کلینی بکسبور میباشد. حاضر زرینه با نامش کلینی بکسبور است. اینها عملا جدا شدگیان. زرینه با شهرام ابوبکر یک سراینده استراده تاجیک میگردد. شهرام او را گرفتنی بود نغزش میدید. درباره عشق و رمان های آنها تمام شهر میدونه اما امام علی رحمانوف روزی نمیشود. ولی زرینه مثل تخمینه با سلاحی تلخی پدرش خود را مجروح نمیکنه و با تقدیر تن داده با پسری بیگ صبور و شوهر میگوید. خب با رمز. اما اینها با هم اونس نمیگیرند. آن بچه بیگ صبور رمز حالا عدل نه زندگی میکرده است و زرینه عدل نه. یک نفر کاملا آگاه که با آنها روای دارد گفت و ورکن اکس حق قدر داشتک پیش این دخته در بیگ صبور خطی زنش نه. چندین بار خطی همون شهرام میقپیدن شد و باز سرش میتیه. ایدشان نمیگه. پروینه رحمانوا زنی اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه صاحب شرکتی صفت فرما و مالک اساسی بانک بین‌المللی تاجیکستان است. و اگرچه معاونی وزیر یا وزیر تندرستی نیست اما عملا یکی از راهبران این وزارت میباشد. صفت فرما اخیران یک پارتی کلان داروهای پاسیفت و مهلت مصرفش گذشته را وارد کشور کرد. 80% داروهایی که در اپتیکه های صفت فرما فروخته می شود فایده نمی کند. برعکس به ارگانیسم و جسد انسان ضرر می رساند. خیلی از داروهای وارداتی این شرکت برای جگر، گرده ها و حازیمه ضرر آورند. خوب احتیاط باشد از همین داروهایی که در تاجیکستان صفت فرما وارد می کند. وقتی این داروها را از خارج خریداری کردند گفتنشان که این پارتیا
پاپوشن افکت های بزرگ دارن، دیگرش رو گرفت، ولی اینها مال ارزان میکنند، بار کردند و آوردند. مردم نباید که از اپتکه های صفت فرما دارو خرند. خوب، اونچه برایتان بیننده گرامی میگویم که این از حالت های واقعی است، باید با دقت باشه تا اینکه مصیبت بالایتان نآید. اکنون بیننده عزیز و گرامی، البته در مورد اینکه اشرف گلوف یعنی دخترش را به خوب بچه آزاده داده است، معلومات های دیگری زیادی هم هست، اما خوب دیگر باز در وقت های دیگر در این مورد برایتان خواهیم گفت. اکنون می‌گذاریم به جمالدین ده فویزه. سخن از جمالدین نورعلیف، سابق معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان، شوهر آزاده رحمانوا می‌رود که اینک چند سال از دیگر از گرد خانی خانه رحمانوف بیرون انداخته شده است. خبر رسانه اصلاح گفت که 3-4 ماه پیش یک نرکه بیزنس به نام ملا قربان از بیشکک آمد. در بیشکک 8 سال زیاد در زندان بود، اما در خوجند باز محکمش کردند. جمالدین از زندان برآورده. این کار جمالدین با عوض 2 هکتار زمینی در ناحیه سینا کوچه ارباب خاتون نزدیک کماز سنتر بودای ملا قربان نرکه بیزنس انجام داده است. اما آن زمین با یک چند آدمانی که ملا قربان نرکه بیزنس از آنها مبلغ زیاد قرضدار بوده است تقسیم شده بود. جمالدین توسط سود تمام آن حجت ها را از دست این آدم ها گرفت. یک نفر از آنها خشی یوسف رحمان، پراکرور جنرالی تاجیکستان است. با همان آدم پولی به ملا قربان داده اش را پس دادند، اما دیگرها را حتی یک پولی پوچک هم نداده از زمین ها پیش کردند. گویا در مقامات و سود رزبار رفته ایستاده است. اما معلوم است بیننده گرامی که آن آدم ها دیگر سوختند. جمالدین آدم های را که از این زمین گرفته و حتی در دست هایشان حجت دارند سیاست کرده و ترس داده شما این زمین ای زن ملا قربانی نرکه با فریب گرفتگیه، حجت های شما فلشیوی هند، دروغ گفته جوابشان داده است. در حقیقت این 2 هکتار زمین را زن قربانی نرکه با رازیگی شوهرش با آن آدمانه که شوهرش قرضدار بود فروخته بود تا چند وقت پیش تا به همین نزدیکی روندی گرفتن زمین ادامه داشت. اما من روسیه آمدم، نمیدانم چی طور حل شد. حالا میخواهم درباره جمالدین که چی گونه و چرا تاجپرام بانک را مفلس و از بازی بیرون کرد چند سخن بگویم. حکومت تاجیکستان برای دستگیری تاجپرام بانک 450 میلیون سومونی جدا کرد. در آن وقت صندوق تاجپرام بانک بیش از 800 میلیون سومونی بود. جمالدین نورعلیف 10% از زیایف جمشید طلب کرد، یعنی 450 میلیون سومونی. 45 میلیونش را با جمالدین بدهد. اما زیایف جمشید طلب جمالدین نورعلیف را رد نمود. نورعلیف که معاون اول رئیس بانک ملی و کنترل بانک های دیگر را در دست داشت، از ماه می 2016 تا فوریه سال 2017 شریف زاده فیروز حامدین را مدیر موقتی تعیین کرد. در این مدت کوتاه شریف زاده فیروز حامدین تاجپرام بانک را تماما غارت کرده، باز جمشید زیایف رئیس این بانک را 50 میلیون سومونی قرض دار کرد. اکنون تصور کنید که چی خیلی تاجپرام بانک آباد را که در صندوقش 800 میلیون سومونی داشت با 50 میلیون سومونی مجبورن مفلس گردان کردند. این لعنت کرده الله شریف زاده فیروز حامدین یک دزدی غارتگری اشدی بوده است. بعد انجام مهلت مدیریت موقتی شریف زاده فیروز حامدین 3 مارس سال 2017 بانک ملی رسما تاجپرام بانک را مفلس اعلام کرده و با پیشنهاد بانک ملی مسئله آن را با سود اقتصادی شهر دوشنبه تعیین نمودند. باز مدیریت مخصوصی تعیین گردید شریف و تقدیر. از همان روز عذاب تاجپرام بانک امانتگذاران سر شد و تا حال دوام دارند. البته ده ها نفرایی که در مورد پولهایشان در تاجپرام بانک مونده است و نوارها میکنند، در اینترنت پر و زیاد است، میتوانید ببینید که حتی اکسوس خوردند، حتی یعنی که بعد بسیار هم فاجعه ها خواستند که خودشان را کشند، اما بعضیش نمرد و بعضیش از دنیا گذشت و بعضیش خودش را آویخت برای آن پولهایی که در آن بانک بود. بعضیش گرفتاری هزار مصیبت ها شدند، حتی از یک معیوب بود که در فیسبوک همیشه می نویسد که پولهایم رو برگردونند، ولی خوب دیگر کسی پولش رو برنمیگردونند. طلب اساسی ما که پول ما رو برگردونند. ما با دعوت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان همی کار را کردم. ما چیز کنی بشیدی کنی پا که شاید شد. 6 سال باز از همه دو
من 15 بار بالنسا افتیدم. چرا از گروه 200 نفر فقط 4-5 نفر برای دعوا همه وقت همه جوره هست؟ پروردگار خود شاهد میبینه 5 بار مرا در ششم عدل سپاری است و زیر لطف تو مرا قرار دادم. سلام علیکم. 3 ساله که فقط درکه میگرده. بسیونکا احبار چی بسیونکا؟ تو خوش صحبت دارم چند جمعه سواله من رو جواب چیلی مفیزه که فقط برای خلق تاثیر شده است. جناب عالی، آزاده رحمان، منم شما برای منم خیلی کارگر بودم. شما هم پیر شدیم، پیر میشین، منم پیر شدم. شما هم منم پا بلوی گور ماندیم، برای گور و کفن ماندو تنگه جمع کدگی منم برگردانین. اما شریفزاده فیروز حامدین، معاون اول رئیس بانک ملی جمهوری تاجیکستان، پس از این عملیاتی انجام دادهش تعیین گردید. او پسر حامدین شریف و وزیر سابق کارهای داخلی است. بله بیننده عزیز گرامی، تا اینجا همه آنچی در مورد آیلا گفتیم معلومات هایی بود که ممکن است بعضی از آنها را اولین بار میشنوید و بعضی افرادی هستند که کاملا میدانند که چی گفته هایی که تقدیم نمودیم. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.